هیئتی متشکل از دانشجویان و استادان دانشگاه‌های کشورمان برای شرکت در دومین دوره مدارس فصلی دو جانبه بین المللی میهمان دانشگاه UM مالزی شدند. 40 نفر دانشجو تحصیل تکمیلی ایرانی هستند در این دوره و به همون نسبت دانشجویان متناظر مالزیایی و حدود 15 نفر از اساتید برجسته ما در زمینه‌های مختلف. تصمیم گرفته شد که دانشجوهای دو کشور هر 6 ماه یک بار در یک کشور با هم کلاس‌های مشترکی داشته باشیم. امیدواریم که به تبادل دانشجو و تبادل استاد ختم بشه. دوره رفتش چند ماه پیش از این دانشگاه اومدن دانشگاه اصفهان و امروز در واقع افتتاحیه دور برگشتش هست. ارائه سبک زندگی اسلامی، مدیریت یکپارچه منابع آب و حکمرانی پایدار در تغییرات آب و هوایی بخشی از نشست‌های تخصصی این دوره علمیه. خیلی خوشحالم که با دانشجوهای ایران چند طرح پژوهشی رو در حوزه‌های مختلف علمی شروع کردیم و اطمینان دارم گام‌های بلند رو در تحقق اهداف مشترکمون برخواهیم داشت. این در حالیه که طرف مالزیایی با توجه به جایگاه شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در حوزه امنیت سایبری و تولید محصولات و خدماتی که با نمونه‌های بین‌المللی رقابت می‌کنه بر توسعه همکاری‌های مشترک در این زمینه تاکید داره. Artificial intelligence, Malaysia, Iran. هوش مصنوعی مهمترین حوزه تخصصی مشترک ایران و مالزی که بر اون تمرکز داریم. البته دانشگاه مالایا از دستاوردهای ایران در حوزه امنیت سایبری هم که به لحاظ بین‌المللی جایگاه مطلوبی داره استقبال می‌کنه. قرار است که این همکاری‌هامون جربه شرایطی بشه که بشه محصولات ایرانی در بازار مالزی به فروش برسه و یا خدمات فنی مهندسی در حوزه امنیت سایبری اگر امکانش باشه به طور مشترک با مالزی انجام بشه. ما تو این دوره به صورت تخصصی مسائل اجتماعی در حوزه کشورهای اسلامی رو در مواجهه با چالش‌های هوش مصنوعی بررسی می‌کنیم و به نقطه نظرات و تبادل این ایده ها و نظرات می‌پردازیم. تبادل تجربه دو کشور در زمینه هوش مصنوعی و تأثیر آن بر امنیت و حریم شخصی از مهمترین موضوعات این دوره تخصصی. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.